سرخط خبرها. نگرانی از افزایش تعداد بازداشتی ها در پی اعتراض های اخیر، بازجویی زیر فشار، بیخبری بلا تکلیفی و نداشتن دسترسی به وکیل مستقل. فریاد برای برگرداندن استراماچونی، انتقاد هواداران استقلال به مدیران تیم و ورزش ایران. حمله راکتی به پایگاه ارتش عراق، یک آمریکایی کشته شد. ده کشته و چهار زخمی در حمله به پایگاه ارتش در جنوب افغانستان. طالبان زیر پایگاه مواد منفجره کار گذاشتند. سلام و عصر بخیر. وزیر خارجه آمریکا از حق مردم ایران برای عزاداری دفاع کرده. عزاداری برای کسانی که او میگوید به دستور آیت الله خامنه ای در اعتراضهای اخیر کشته شدند. همزمان مقامهای مختلف از بازداشت تعداد بیشتری از معترضان خبر دادند، اما هنوز تعداد دقیق بازداشتی ها مشخص نیست. نگرانی از وضع بازداشتی ها بالا گرفته. بسیاری از بازداشتی ها بلا تکلیفند، به وکیل مستقل دسترسی ندارند و قادر به تامین وثیقه های چند میلیارد تومانی نیستند. جزئیات بیشتر از فرین آسمی. در حالی که 40مین روز کشته شدن معترضان آبان با سرکوب شدید در ایران روبرو شد، مقام‌های امنیتی همچنان از بازداشت کسانی خبر می‌دهند که در این اعتراض‌ها شرکت داشتند. عبدالرضا ناظری، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان، از بازداشت 13 نفر از صاحبان ماشین‌هایی خبر داده که در اعتراض‌های آبان حضور داشتند. مأموران پلیس امنیت عمومی استان موفق شدند 13 نفر از عوامل اصلی ایجاد راهبندان منجر به ترافیک و ازدحام جمعیت در سطح شهر کرمان را دستگیر کنند. در روزهای ابتدایی اعتراض‌های آبان که ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت بنزین شروع شد، تعدادی از معترضان در اینجا بزرگراه همت در تهران ماشین‌های خود را در بزرگراه خاموش می‌کردند. مردم تجمع کردن، ماشین‌ها را خاموش کردن. اینجا هم خیابان وکیل‌آباد مشهد است. حیدر عباس‌زاده، فرمانده انتظامی استان خوزستان، هم گفته یکی از مدیر گروه‌های به گفته او معاند فعال در فضای مجازی در شهرستان اهواز دستگیر شده است. او گفته متهم برای تجمع در اهواز فراخوان می‌داده و فیلم و عکس می‌گرفته و در فضای مجازی پخش می‌کرده. از تعداد بازداشت شده‌ها آمار دقیقی در دست نیست. محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس، گفته برابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مسائل به گفته او امنیتی، وکلایی که معتمد قوه قضایی باشند انتخاب می شوند. دو وکیل دادگستری که در فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضایی نیستند، به بی بی سی فارسی گفتند که در تلاشند وکالت بازداشت شده ها را بر عهده بگیرند. هلاله موسویان، وکیل دادگستری، به روزنامه اعتماد گفته در جریان پرونده چند نفر از بازداشتی ها قرار گرفته و برای بسیاری از آنها وثیقه های میلیارد تومانی صادر شده و خانواده بعضی از آنها گفتند توانایی تهیه این وثیقه ها را ندارند. همزمان مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در توییتی از حق عزاداری مردم برای کشته های اعتراض های اخیر نوشته است. مردم ایران حق دارند برای 1500 نفری که به دست آیت الله خامنه ای در اعتراضهای ایران کشته شدند عزاداری کنند. حکومت از مردم می ترسد و بار دیگر به خشونت متوسل شد و اینترنت را قطع کرد. چند خانواده کشته شده های اخیر اعلام کرده بودند مراسم 40 فرزندانشان را در 5 دی برگزار خواهند کرد. از جمله خانواده پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که 25 آبان در مهشهر کرج با گلوله کشته شد. تعدادی از افراد خانواده او چند روز پیش از مراسم 40 او بازداشت شدند. ماموران امنیتی تعدادی از افرادی را که برای شرکت در مراسم 40 او به بهشت سکینه رفته بودند بازداشت کردند. در شهرهای دیگر هم تعدادی بازداشت شدند.
از بسیاری از بازداشتی ها خبری در دست نیست. پیش از این 16 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ابراز نگرانی کرده بودند که هزاران نفر از بازداشتی های آبان تحت شکنجه و بدرفتاری هستند. جمهوری اسلامی اما همچنان درباره تعداد کشته ها و بازداشتی ها سکوت کرده است. فرین عاصمی، بی بی سی. ساعتی پیش از نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران درباره وثیقه های سنگین و مشکل دسترسی به وکیل برای بازداشت شده ها پرسیدیم. صفانه من هم اینو شنیدم، چون میدونید برابر تبصره ذیل ماده 48 تنها 20 نفر از وکلا مورد وثوق قوه قضایی هستن، حالا یه تعدادی هم بعدا اضافه شدن و بقیه امثال من حق دخالت نداریم. در دادگستری با تأسف باید عرض کنم که ما یک قوانینی داریم که حاکم است و یک رویه‌ای برابر قوانین قانون آیین دادسی کیفری، حالا صرف نظر از قانون اساسی، قانون آیین دادسی کیفری به قانون حفظ حقوق شهروندی میگویند که باید وقتی که کسی رو میخوان احضار کنند به وسیله اظهارنامه با احضاریه باشه، اگر با احضاریه حاضر نشد جلب بشه، جلب هم شرایطی داره، در روز به عمل بیاد، مکانی که نگهداری میشه برابر قانون باید به اطلاع خانوادهش برسه و خب اینا در قانونه. ولی رویه ای که حاکم است مدت ها در دادگستری با تأسف رویه است منصرف از قوانین موجود و خب وقتی که آقای نقوی حسینی به عنوان دبیر کمیسیون امنیت ملی از بازداشت 7000 نفر یاد میکنن، چطوری میشه این 7000 نفر رو، حالا هرچند دادستان کل کشور رفتم زندان فشافویه فرمودن که ما داریم غربالگری میکنیم و من نمیدونم اون فیلترهای اون غربالگری چقدر رو از درونش خارج میکنه و چقدر باقی میمونن، چطوری اینا رو میشه با وکلایی که مورد وثوق قوه قضاییه باشن اونا رو از نعمت وکیل برابر از 35 قانون اساسی برخوردار کرد؟ و وقتی هم که میدونیم افرادی هم مال حاشیه شهرها، خب به طب این افراد حداقل امکانات هم نداره چه برسه به وثائق میلیاردی. و همونطور که شما هم فرمودین بارها شنیدیم از دستگیری هزاران نفر در جریان این اعتراض ها و عملا باید حالا دادگاهی تشکیل بشه در قوه قضاییه که به در واقع وضعیت این هزاران نفر رسیدگی بشه. قوه قضاییه چه شرایطی رو باید مهیا بکنه برای اینکه بتونه عملاً اون چه رو که وظیفش هست که دادسی عادلانه است رو انجام بده؟ ببینید مرحله رسیدگی در امور کیفری رو باید تقسیم بندی کرد. یک مرحله دادسراست که مرحله تحقیق و تعقیب است، در اینجا پرونده ارجاع میشه به ضابطین و ضابطین هم ضابطین عام نیروی انتظامی، به ضابطین دیگری مثل سپاه پاسداران، مثل وزارت اطلاعات، اون هم ضابط دادگستری هم که زیر نظر به دستور مقام قضایی تحقیقات رو انجام میدن. وقتی تحقیقات تکمیل شد پرونده میاد بازپرسی و اگر در بازپرسی در اونجا اگر پرونده حضورتون عرض کنم چیزی داشته باشه، اگر که در بازپرسی پرونده منجر به قرار بازداشت موقت بشه یا منجر به وثائقی بشه، خب اون وثائق عکس میشه، کیفرخواستی صادر میشه، بعد از تحقیقات به پرونده میره دادگاه. هنوز پرونده ای من ندیدم به دادگاه بیاد و چون به دادگاه نیومده و باید صبر کرد دید که در چه شرایطی هست این پرونده ها به دادگستری خواهند آمد. گفتگوی همکارم بود مجید افشار با نعمت احمدی. عذر میخوام از بعضی از مشکلات فنی این نوار. همکارم فرین عاصمی اینجاست در استودیو. فرین، امروز با چند تا وکیل صحبت کردی در تهران، چیز بیشتر چی میتونیم بگیم از وضع بازداشت شده ها؟
درسته، من امروز با دو وکیل دادگستری مستقل صحبت کردم که اسمشون جزء وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه نیست. این دو وکیل هر دوشون به من گفتن که خانواده های بازداشت شده ها باشون تماس گرفتن و ازشون خواستن که وکالت این افراد رو قبول بکنن. همونطور که میدونیم یه مقداری مشکل به خاطر این تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی که گفته زندانیان امنیتی و سیاسی صرفاً میتونن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه استفاده بکنن. یه عده معدودی بیشتر از حدود 20 نفر هستن. ولی این دو نفر به من گفتن که به صورت موردی هم امکان پذیر هست که بپذیرن وکلای مستقل رو. یکیشون به من گفت که 7 8 نفر بهش مراجعه کردن که وکالتشون رو بپذیره. خانواده ها البته مراجعه کردن و گفت که حتی یکی دیگه شون گفت که حتی وکالت نامه فرستاده به داخل زندان برای افرادی که الان بازداشت هستن. تا اینجا مشکلی پیش نیامده و قوه قضاییه جلوی اون رو نگرفته. این وکیل به من گفتش که یه تعدادی از متهمان رو به دادگاه انقلاب قراره که احضار کردن، یه تعدادی رو هم به دادگاه عمومی. ما تعداد دقیق بازداشت شده ها رو نمیدونیم، ولی میدونیم که هزاران نفر هستن. هیچ آمار رسمی از طرف جمهوری اسلامی تا حالا منتشر نشده. حسین نقوی حسینی نماینده مجلس قبلا گفته بود که 7000 نفر در اعتراض های آبان دستگیر شدن، ولی گفته بود که باید مقام های جمهوری اسلامی، مقام های رسمی این آمار رو بدن. به هر حال خیلی مبهم هست این مسئله، هنوز وضعیت بازداشت شده ها معلوم نیست، نگرانی هایی وجود داره، ولی خب اجازه این که بتونن وکیل مستقل بگیرن رو تا این لحظه هنوز ندادن به خانواده ها. در مورد فشارهایی که هست بر بازداشت شدگان چی میتونیم بگیم؟ بیخبری از خیلی از بازداشت شدگان، نمیدونم عدم دسترسی به وکیل، وثیقه های نجومی، چه میتونیم بگیم؟ بیخبری رو که همونطور که اشاره کردی 42 روز هست تقریبا که خیلی از این افراد بازداشت شدن، خبری ازشون نیست. بسیار از خانواده ها میگن که نمیتونن، اصلا نمیدونن کجا هستن افراد خانوادهشون. بعضیا میدونن، صحبت کردن، ولی به هر حال اونها رو ترسوندن، تهدید کردن و گفتن که سکوت کنن در این زمینه. خانواده ها سکوت کردن و منتظرن که ممکنه که احتمالاً گشایشی انجام بشه. در مورد وثیقه ها صحبت کردی. وثیقه ها عمدتاً میلیاردی هستن، میلیارد تومان براشون بریده شده. این وکلایی که من باهاشون صحبت کردم، کسانی هستن که از قشر فقیرتر جامعه هستن. بله، این کسایی که من دو وکیلی که باهاشون صحبت کردم امروز اتفاقا همین مسئله رو اشاره می‌کردن، می‌گفتن که این افراد معمولاً در حاشیه شهرها زندگی می‌کنن و بیکار هستن و عمدتاً جوان هستن و این مقدار پول رو ندارن و این وثیقه ها باید وثیقه‌ای باشه که ملک باشه، مثل خونه و چیزای دیگه مثل ماشین و اینها قبول نیست و به خاطر همین اونها همجوری موندن بدون اینکه بتونن این وثیقه رو تهیه بکنن. فرید، خیلی ممنون از شما. فرین عاصمی اینجا در استودیو. بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میزان آلودگی صوتی در 7 نقطه از این شهر در مرحله خطرناک قرار دارد. همزمان این سازمان اطلاع داده که به دلیل بارندگی های دیروز هوای تهران پاک و سالم شده، اما دوباره از هفته آینده امکان بازگشت آلودگی هوا وجود دارد. شاخص آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته به 200، یعنی ناسالم برای همه گروه های سنی رسید. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم گفته بود وضعیت هوای پایتخت افتضاح است. به گفته او نزدیکان آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی در ایران، از بیخبری از وضعیت او خبر دادند. خواهر خانم دائمی در پستی در توییترش نوشته که از سه‌شنبه خانم دائمی را از بند خارج کردند و دیگر به بند بر نگردندند. پدر خانم دائمی هم پیشتر گفته بود خبرهایی به دستش رسیده که دخترش به سلول انفرادی منتقل شده، در حالی که پزشک درخواست داده بود تا او فوراً در بیمارستان بستری شود. یک مددکار اجتماعی در ایران میگوید فقر باعث پایین رفتن بسیار نگران کننده سن کارگران جنسی شده. شاهین شمس محمدی به خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان گفته حتی پای دختران 12 ساله به این کار کشیده شده. زنان اغلب به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به کارگری جنسی رو می آورند.
گروهی از طرفداران تیم استقلال تهران در اعتراض به وضع مدیریت این باشگاه در اطراف ساختمان آن تجمع کردند. هواداران استقلال خواستار بازگشت آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی تیم و استعفای کامران منزوی و اسماعیل خلیزاده از هیئت مدیره باشگاه شدند. گزارش شده که نیروهای امنیتی عده‌ای از تجمع کنندگان را بازداشت کردند. طرفداران استقلال از سه هفته پیش به رفتن آقای استراماچونی از تیم اعتراض دارند. آقای استراماچونی میگوید باشگاه قادر به انجام تعهداتش و پرداخت دستمزدش نیست. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از شهر کوپنهاگ از دانمارک با ماست. آقای رستم‌پور، این داستان آقای استراماچونی داره بالا میگیره دوباره. درود آقای ناجی، همچنین بینندگان محترم. فقط استراماچونی نیست، ماها قبل که به اتفاق آقای ناجی صحبت میکردیم اشاره کردم به اینکه چشمانداز پیش روی ورزش ایران به شدت نگران کننده است و متاسفانه همین اتفاق هم رخ داده. بحران پشت بحران. مسئله استراماچونی اینه که دو هفته به اصطلاح مذاکره کردن مسئولین وزارت ورزش، وزارت امور خارجه و باشگاه استقلال در ترکیه، در تهران و در روم و پای حتی سفیر ایران در ترکیه و سفیر ایران در ایتالیا به میون کشیده شد، ولی در نهایت مشخص شد که اصلا مذاکره‌ای در کار نبوده. یعنی سیاست یک گام به جلو و دو گام به عقب که باعث میشد استراماچونی هر روز در اینستاگرام بنویسه که هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده، اخباری که منتشر میشه دروغه و من آمادم برگردم ایران. بعد تازه از دیروز دوباره یه گروه تازه رو برای مذاکرات، یعنی انگار مذاکرات هسته‌ایه، معرفی کردم. بعد گفتن این بار دور تازه مذاکرات در قطر پیگیری خواهد شد. من نمونه دیگه ای رو سراغ ندارم که با یک مربی قرارداد داشته باشید و بعد در چهار کشور مختلف الزام رعایت اون قرارداد رو بخواید دوباره بر سر میز مذاکره بنشینید. برای چندین سال احتمالاً. و به همین خاطره که هواداره استقلال اینجوری براشفته شدن. از اون طرف در صدا و سیما اینطور الغا میشه که استراماچونی داره بی احترامی میکنه، شأن ایران رو زیر سوال برده و بعد تاکید کردن که ببینید چقدر کالدرون آغاست اعتراضی نداره. از غذا به فاصله کمتر از 24 ساعت گابریل کالدرون هم همون حرفای استراماچونی رو تکرار کرد، حتی به مراتب تندتر، و گفت مسئولین شما دروغ میگن و من از ایشالله ماشالله خسته شدم و با این وضعیت نمیتونم ادامه بدم. دروغ پشت دروغ. و کالدرون هم ایران رو ترک کرده و اطمینانی وجود نداره که آیا برخواهد گشت یا نه. پس مشکلات آقای کالدرون هم همون مشکلات آقای استراماچونیه. اسکوچیچ از صنعت نفت آبادان هم به همین ترتیب، حتی الان برای انتخاب سرمربی تیم ملی هم گفته میشه که باز دوچار مشکل هستن، نمیدونن چیکار میخوان بکنن. وزارت ورزش تاکیدش بر اینه که تحریم ها باعث شده این مسئله سر اون بیاد، ولی به دو تا سوال جواب نمیدن. یکی اینکه اصلا این تحریم ها رو کی به سر ما آورده؟ چرا همسایه هامون تحریم نیستن؟ چرا فقط ما؟ مسئله دوم این که حتی وقتی در داخل کشور گفته شد هوادارا به خاطر تحریم ها شما بیایید از جیبتون پیامک بزنین، پول بدین تا ما این باشگاه رو حمایت کنیم، و با صدا و سیما هم قرارداد بستن، مجریان و گزارشگران رو به خدمت گرفتن که این سامانه های پیامکی رو تبلیغ کنن. طبق محاسبات رسانه های داخلی بیش از 200 میلیارد تومان جمع شد، اما حتی یک پنجم این مبلغ به پرسپولیس استقلال نرسید. اون الان برای هزینه های روزمره شون حتی دچار مشکلن. یعنی مصاحبه رو ببینید میگن بلیت برگشت کالدرون هم خریدیم، با هتل تسویه حساب کردیم، قسط اول بازیکن ها رو ریختیم. یعنی اطلاع رسانی تا این حد تنزل کرده و وضعیت بغرنج اقتصادی که کل ورزش ایران رو در بر گرفته. نمونه آخرش علیرضا فیروزجا که از ایران رفت برای فدراسیون جهانی دیگه از این به بعد بازی کنه و به تابعیت فرانسه در بیاد. حتی وزیر ورزش نتونست بگه که مثلا علیرضا بمون، یک پنجم تسهیلاتی که اونا به تو میدن رو ما برات مهیا میکنیم، چون اصلا پولی نیست. یه مسئله دیگه که تو شعارهای هوادارانم مشخص بود اینه که هیئت مدیره دو باشگاه هم پرسپولیس استقلال
بسیار ضعیفن، یعنی مجموعه ای از افرادی که نه پیشینه ای در پرسپولیس استقلال دارند، سابقه ورزشی ندارن، از لحاظ اقتصادی مشخصه ویژه‌ای ندارن که بتونن مسائل اقتصادی باشگاه رو حل کنن. حتی جالبه که از بعد سیاسی هم صاحب وزن مشخصی نیست، نه یعنی خیلی باید سرچ کنین، جستجو کنین ببینین این افراد کی هستن. خب اینا کیان؟ اینا رو وزیر ورزش مثلا آقای رسول پناهو به خاطر اینکه دندانپزشک اختصاصی وزیر ورزش گذاشتن هیئت مدیره پرسپولیس، آقای خلیل زاده رو به خاطر اینکه زمانی که آقای سلطانی فر استاندار گیلان بود با او در ارتباط بود، یه هتلی اونجا داره گذاشتن. الان مرد اول باشگاه استقلال خلیل زاده است. هوادارا دیدند که این افراد نه تعصبی به باشگاه دارن، نه توانایی اقتصادی دارن، نه برد سیاسی دارن. طبیعتاً این بنبست ادامه خواهد داشت، باز هم شاهد تجمعاتی از این دست متاسفانه خواهیم بود. آقای رستمپور خیلی ممنون از شما. مهدی رستمپور از کوپنهاگ با ما بود، متشکرم. شبکه حقوق بشر کردستان از اخراج 33 پناهجوی ایرانی مقیم ترکیه به ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد از طریق مرز بازرگان از ترکیه اخراج شدند. شبکه حقوق بشر کردستان یکی از این افراد را عادل بهرامی معرفی کرده که یک پناهجوی سیاسی کرد است. ترکیه به دلیل همسایگی با ایران همواره محلی برای ثبت پناهندگی شهروندان ایرانی در دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل بوده. در حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در عراق یک غیر نظامی آمریکایی کشته شد. مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که در حمله راکتی به پایگاه کیوان در نزدیکی کرکوک یک مقاطعه‌کار آمریکایی جانش را از دست داد و تعدادی از پرسنل نظامی آمریکایی هم مجروح شدند. ارتش عراق حمله به این پایگاه را که نیروهای عراقی و آمریکایی در آن مستقر هستند تایید کرده. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اگرچه انگشت اتهام به سوی هشت شعبی است، سازمانی از گروه‌های مسلح طرفدار ایران. پیشتر از علی سعدزاده، تحلیلگر جهان عرب، درباره سابقه این حملات و واکنش آمریکا پرسیدیم. این بار هم آمریکایی‌ها از دولت عراق خواستن که تحقیقات رو شروع بکنه و بگی چه کسی پشت این حملات بوده، چون در وهله اول این دولت عراق که مسئول تحقیقات، مسئول دستگیری و مسئول اعلام این است که به هر حال چه کسی این کار رو کرده. آقای عبدالمهدی هم گرچه نخست وزیر نیست ولی به عنوان به اصطلاح دوران گذار اعلام کرده که ما تحقیقات رو انجام خواهیم داد، ابراز نگرانی کرده از اینکه ممکنه عراق تبدیل به صحنه برخورد نیروهای خارجی و آمریکایی ها بشه، منظوری ظاهرا ایرانی ها بوده. و اونچه که ما از این حمله میدونیم، گویا یک حمله بسیار حساب شده بوده، دقیق بوده اونجوری که بعضی از مقامات عراقی گفتن، و احتمال هم میداشته که میدونستن اونجا چه خبره، چون این کاتیوشا و این راکتایی که به منطقه خورده که یک سالونی بوده، سالن اجتماعی بوده که قرار بوده افسران بلندپایه عراقی همراه با آمریکایی ها اونجا جلسه داشته باشن. ظاهرا عراقی ها به دلیل بدی هوا نیامدن اونجا و تنها این عده مختصر کشته شدن. مجله نیوزویک گزارش میده از منبع آمریکایی که نامش رو نبرده که آمریکایی ها گروه های هشت و شعبی طرفدار ایران رو پشت این جریان میدونن. اگر واقعا اینجوری باشه، رفته روابط ایران و آمریکا خطرناک خواهد شد. آقای سعدزاده، پیشتر هم مایک پومپئو وزیر خارجه به ایران هشدار داده بود در این زمینه که اگر این حملات راکتی ادامه پیدا بکنه، عواقب خطرناکی برای ایران خواهد داشت. عملا نتیجه گیری میکنیم که آمریکا کاملا در مورد این که گروه های وابسته به ایران دارن این کار رو انجام میدن ظاهرا شکی نداره. شکی ندارن، چون ظاهرا در این به اصطلاح اختلافاتی که در درون کشور عراق فعلا موجود هست، غیر از گروه هشت شعبی کسی دیگری مایل نیست که به هر حال پای آمریکایی ها رو این وسط بکششون. هم طور که میدونیم، هم در روزنامه های طرفداران هشت و شعبی، هم در روزنامه های ایران، از جمله فرض کنید
کیهان، تسنیم، خبرگزاری فارس، همه اینها کم یا بیش آمریکایی ها و صهیونیست ها رو پشت ناآرامی های عراق میدونن، و اگر این تحلیل و اگر این به اصطلاح برداشت این گروه ها صحیح باشه، طبیعی است که برای اونها هم آمریکایی ها یک هدف مشروع هستند. از طرف دیگر اگر آمریکایی ها به دلیل ناامنی مجبور بشن از عراق برن، اون وقت صحنه برای دیگران خیلی آماده تر میشه. ولی این تحلیل فکر کنم از پای غلط باشه که آمریکایی ها به این سادگی عراق رو ترک خواهند. علی سعدزاده بود در گفتگوی با همکارم مجید افشار. زودتر پیشتر صحبت از این کردم که ترکیه تعدادی از ایرانی ها رو از این کشور اخراج کرده، از جمله عادل بهرامی، یکی از ایرانیان کرد که به ترکیه پناهنده شده بود. روی خط زنده چیا رو داریم از شبکه حقوق بشر کردستان که با ماست؟ آقای چیا بفرمایید که جزئیات بیشتر چه داریم؟ بله، روزتون بخیر. بفرمایید چه خبری داریم؟ خبر عادل بهرامی، این معلوماتی که من دارم، عادل بهرامی تاریخ 28/8/2018 تو سازمان UN آنکارا خودشو تحویل داده و اونا شهر آماسیا رو بهش دادن برای موندن در ترکیه، و در شهر آماسیا خودشو تحویل میده. متاسفانه هیچ برگه‌ای بهش نمیدن تا 5-6 ماه اونجا میمونه، هیچ برگه یا کیملیک، یا حالا اینا کیملیک بهش میدن نمیدن، و ایشون 5-6 ماه صبر میکنه. و تاریخ 14/12/2018 ایشون میخواستن از راه غیر قانونی، یعنی راه قاچاق، به اروپا سفر کنن، که ساعت 6 صبح همون تاریخی که گفتم تو فرودگاه آنتالیا ایشون دستگیر میکنن. تا تاریخ 24/1/2019 زندان بودش، بعدش انتقالش میدن به مرکزی به اسم گری گندرم مرکزی آنتالیا، یعنی جایی برای دیپورت کردن پناهنده ها. تا تاریخ 19/12/2019 ایشون اونجا بودن، یعنی پنجشنبه هفته پیش که با تماس تلفنی که با بنده داشتن گفتن منو انتقال میدم به جایی، نمیدونم کجاست و اگه هر خبری شد بهت خبر میدم. تاریخ 23/12/2019 یعنی دوشنبه هفته بعدش بازم تلفن کرد، گفت منو انتقال دادم به جایی به اسم آگره، اونجا هم یه کمپی داره، کمپ دیپورت کردن، یعنی یه کمپ مرزی، شهر مرزی، مرز بازرگان. بله. خیلی ممنون. متشکرم آقای چیا. متشکرم، وقتمون محدود متاسفانه. خواهش می‌کنم. منابع محلی ولایت هلمند در جنوب افغانستان میگویند که در حمله طالبان به یک پاسگاه در ولسوالی سنگین 10 سرباز کشته شدند، 4 نفر هم زخمی. طالبان گفتند که حمله کار آنها بوده. سنگین از ولسوالی های هلمند است که طالبان در آن نفوذ گسترده ای دارند. روین رهنوش از کابل با ماست. روین، بیشتر چه میدونیم؟ کسرا حمله ساعت 4 صبح امروز شنبه رخ داد و در این حمله، در جریان حمله 18 سرباز در پاسگاه بودند. گفته شده که طالبان از طریق جویی که این پاسگاه در کنارش بوده و آبش خشکیده بوده، خودشان رساندن و مواد انفجاری 200 کیلوگرم مواد انفجاری در کارگزاری و منفجر ساختن. و طالبان ادعا کرده که 26 نفر در این حمله، 26 سرباز کشته شدند، اما وزارت دفاع ملی این را نمیپذیره. وزارت دفاع. روین، خیلی ممنون از شما و جزئیات. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.